شلام به همگی و خوش اومدید به زادشم که هفته خوبی رو آغاز کردید و همچنین به پیشباز شبات خوبی خواهیم رفت شیور امروز رو ادامه میدیم در کتاب تنیا و قسمت دوم کتاب تنیا شعرهای خود و آمونا فصل دوازدهمین که آخرین فصل بخش دوم هست رو با همدیگه به زادشم شروع میکنیم بیاد گرفتن کلا قسمت دومی کتاب تنیا شهرهای خود با امونا به خاطر داشته باشید درباره آفرینش دنیا و قدرت الهی که دنیا رو آفریده به ما شروع به یاد دادن و هدف از اون این بود که یگانگی خدا و ایمان به خدا رو با درجه امیختری بتونیم درک بکنیم و در همون فصل اول به صورت خلاصه ذکر شد که به چه نحوی خداوند به وسیله اوتیوت اون حروف های ابری که ده تا بیان هایی که در پاراشای های برشید نوشته شده که خدا میگه یهی اور بزار نور باشه یهی راکیه آسمون وجود داشته باشه و غیره به وسیله اون ده تا گفتار و بیان ها تمامی دنیا و جزیات اون رو آفرید در فصل دوازدهم کمی بیشتر میریم در عمق این موضوع و در کردن اینه که به چه نحوی این 22 تا حروف های ابری آلف به،, به, چه نحوی از اینا و از اون ده تا گفتار های خداوند در پارشای برشید تمامی دنیا ها به وجود اومدن از اونجایی که در هر کدوم از گفتارها برای مثال اگه دقت بکنیم نوشته که یهی یه اور نور وجود داشته باشه و یا یهی راکیه آسمون وجود داشته باشه و یا حیوانات وجود داشته باشن ولی در, حق در هیچ کدوم از اون گفتارها ما نمی بینیم که ریزکاری اون مخلوقات در اون صحبت بشه برای مثال وقتی نوشته که حیوانات به وجود بیان صحبت نمیشه که شیر و پلنگ و گوزن و گاو و گوسفند و غیره باشه فقط گفته که حیوانات پس آیا از این گفتار به چه نحوی تمامی جزیات مخلوقات به وجود اومدن و به همچنین برای مثال وقتی داریم میگیم درباره یه هیراکی که آسمون وجود داشته باشه خب این آسمون ولی درباره این فضای بزرگی که به وجود اومده و تمامی سیاره ها ستاره ها و غیره کهکشان ها اینها رو به چه نحوی هر کدوم سرچشمه گرفتن از اون گفتار و بیان اینی که بزار آسمون وجود داشته باشه و همونجوری که در چند فصل اول یاد گرفتیم درباره این که در واقع بیان بیان انسانی نیست آدمیزادی نیست از اونجایی که خداوند انسان نیست بدن جسمانی نداره و دهان نداره پس بنابراین منظور منظور صوتی نیست که خدا گفت بلکه هر کدوم از اینا که به عنوان لقب بیان نامیده میشه در واقع اراده خداوند و جاری شدن یک انرژی مخصوص الهیه که از اون بتونه دنیای جسمانی به وجود بیاد و مخلوقات و ترکیبات این انرژی های روحانی که 22 تا درجه مختلف هستند فرمولای مختلف هر کدوم در واقع نمایانگر اینا چیه؟ اون حروف آلفبت ابری و به وسیله اون صحبت ها اون لغت هایی که ذکر شده و حروف هایی که استفاده شده که در واقع این نمایانگر فرمولای آفرینش هر چیزی هستش به وسیله این ترکیبات همه چیز توی دنیا به وجود اومده پس وقتی میگیم خدا گفت منظورمون گفتن واقعی نیست جسمانی بلکه اراده خداوند که بیرون از خودش جدا از خودش چیزی بتونه وجود داشته باشه یا یعنی اینکه به نظر بیاد جدا از اون و احساس تا حدی استقلال داشته باشه به این میگن آفرینش و بیان خدا که گفت بزار این و اون وجود داشته باشه در شیور امروز فصل ۱ ادمور ازاکن عمیقتر در موضوع این حروفات و این ترکیبات و این انرژی الهی که به نام حروفات و بیان نامیده می میشه با همدیگه دیگه بیریم داخل اون میشیم و بیشتر درباره اون یاد میگیریم جزوه هایی که میتونید دانلود بکنید از قسمت چت و فصل دوازدهم رک شهبرویم متخلکیم لمینه هم بعد از چیزهایی که در فصل قبلی یا، یازده هم یاد گرفتیم درباره باره که همه چیز سرچشمه میگیره از اون ده تا گفتارها ده تا اثرت همه تنها چیزی که هست این نکتهی ای که الان میخوایم صحبت کنیم اینی که به چه نحوی تمامی جزئیات آفرینش دنیا از همون ده تا سرچشمه گرفتند رک به روی تمامی موجودات آفریده شده ها هر کدوم تقسیم بندی میشن به نوع خودشون بیخلالود و بیفراتود به صورت کلی و به صورت جزئی منظور این که اگر خداوند گفت بذار حیوان ها به وجود بیان خب حیوان ها همه به وجود اومدن ولی کن در میون خود حیوان ها انواع و اقسام حیوان های مختلف به وجود اومدن الیه دی و این به چه نحوی اتفاق افتاد؟ الیدی شینویهتروفیم به وسیله تغییر ترکیب و عوض بدل شدن اون حروفات که در اون جمله میبینیم های عبری در اون گفتار تیه تو پس اگر خداوند گفت یهی یه اور بزار نور باشه و یا یهی یه راکیه آسمونی وجود داشته باشه و همچنین بقیه پاسکی که توی تورا نوشته نه تنها به صورت کلی از اون پاسک از اون گفتار آسمون به وجود اومد بلکه این حروفات ابری که حروفات مقدس هستند و یک زبان الهی هستند اگر هر کدوم از اینا رو حروفا رو با همدیگه ترکیب بشه و همچنین اگر این حروفا با همدیگه جاشون عوض بدل بشه و به عناوین مختلف که الان ادون رزاکن درباره این صحبت خواهد کرد اون وقت که اون میشه فرمولایی که بقیه موجودات به خصوص از اون به وجود اومدن پس برای مثال و این رو به همچنین ادمون رزاکن مثال خواهد زد به زودی درباره حروف آلف به و هر کدوم از چیزهای دیگه ادامه میدیم که کل اوت هی همشاخت خید به خاطر اینکه هر کدوم از حروف آلفبت ابری در واقع همون که گفتیم در جلسه های قبل یک کانالیه برای جاری شدن قدرت زندگانی و کوخ پراتی و یک قدرت به خصوصی که به صورت به صورت فوقلاده و مخصوص به صورت جزئی به هر چیزی جون میبخشه پس هر کدوم از 22 تا حروفا تصور کنید که اگر بخوایم بگیم مثل یک ماده شیمیایی اگر بخوایم اینجوری تصور کنیم برای یک مثال علمی بخوام به شما بدم و وقتی که هر کدوم از این مواد شیمیایی حتی اگه دو تا مواد شیمیایی هر کدوم خصوصیات خودشونو دارن ولی که به محض اینکه که دو تا از این مواد شیمیایی رو با هم قاطی بکنید اون وقت که عکس مختلف و جدیدی یه باره پدید میاد از این دو تا ماده های شیمیایی که با هم ترکیب شد و یا مسلما بیشتر از اون اگر سه تا و یا چهار تا ماده های شیمیایی رو با هم قاطی بکنید با وجود اینکه که هر کدوم برای خودشون خصوصیاتی دارن و اگر اینا رو قاطی نکنید هر کدوم میتونن به حال خودشون باشن با اون قدرتی که در اونا وجود داره ولی ممکنه اگر اینا رو با هم دیگه قاطی بکنید یه بالا یک عکس شیمیایی فوق میتونید از اینا ببینید به همین صورت وقتی داریم درباره قدرت الهی و 22 تا قدرت‌های مختلفی که خداوند آفریده و استفاده کرده برای آفرینش دنیا و اون اینه که ترکیبات این حروفا این قدرت‌های الهی و چجوری با همدیگه کنار همدیگه گذاشته میشن ترکیب میشن این قدرت‌ها، این باعث میشه که موجودات مختلفی بتونن به وجود بیاد. او خشنیت تارف و هربه ریو و وقتی که حروفات بسیار زیادی متعددی با همدیگه به ترتیب بخصوصی کنار همدیگه گذاشته میشن که این نمایانگر انرژی الهیه که با همدیگه اون موجود رو به وجود ورده از میل ملوز ریبوی مینه که خود و خیاتن شاخیم، اون وقت که بر طبق نه تنها به غیر از از نظر تعداد و مقیاس تعداد این قدرت های مخصوص و متعددی که داره جاری میشه کفی میسپر هاوتی و و با طبق حروفی که در اون لغت وجود داره او اوله الکولانا غیر از اون یه برتری دیگه هم داره و اون چیه همشاخت کوخ الیون و خیوت کلالیت هکوله لدوشکولا که کل مینه هکو خود و ها خیات و اول پس غیر از اون برتری هستش و اون برتری جمعوری و کلی ترکیبات این حروف است که این برتری حتی بیشتر از تعداد خود حروف ها. به این صورت که اگر اومدیم و لغت عبری راکیه که ریش، کوف، یود و عین هستش چهار تا حروفه این چهار تا حروف مختلف عبری که در واقع هر کدوم نمایانگر یک انرژی الهی به خصوصیه درست اینا چهار تا انرژی مختلفه و وقتی این چهار تا با همدیگه ترکیب میشه کنار همدیگه گذاشته میشه نه تنها این چیزی که به وجود اومده آسمون دارای اون چهار تا عنصرای روحانی هست که به وسیله اون به وجود اومده بلکه ترکیب این چهار تا باعث میشه که خصوصیات جدیدی پدید بیاد درباره این نقطه آفرینش آسمون که خیلی کمیت و کیفیت این موضوع این آفرینش این آسمون بیشتره تا اون چهار تا اصاره اصلی که از اون استفاده شده برای آفرینش دنیا پس نه تنها تعداد فرمولهها، تعداد ترکیبات اولیه مهمه، بلکه جوری که اینا با هم دیگه ترکیب میشن و به چه ترتیبی ترکیب میشن، همه اینا اثر میذاره. و برای مثال، شما اگه تصور کنید که توی یک لبراتوری دارید کار میکنید توی یک آزمایشگاه، و یا حتی اگر توی خونه دارید مشغول غذا پختن هستید و یا پختن یک شیرینی مسلما شیرینی ها شیرینی پختن صورت دستور داره که به چه نحوی اینو از چی باید استفاده بکنید برای مثال چهار تا عنصر مختلف رو باید با هم قاطی کنید بگیم آرد تخم مرغ شکر و شکلات اوکی برای مثال از این چهار تا میخواید کیک درست کنید پس بستگی داره اولا از هر کدوم ماده شما چقدر میریزید توی ظرف و همچنین این تفاوت داره که آیا اول چی رو میریزید توی ظرف آیا اول شکلات رو می ریزید که آب بشه و یا اینکه اول آرد و تخم مرغ رو قاطی میکنید میذارید توی ظرف و یا یک چیز دیگه بستگی داره به این که به چه نحوی این فرمولا را اول از چی استفاده میکنید چه ماده ای و دوم از چه ماده ای و چقدر از هر کدوم رو استفاده میکنید این میتونه چیزی که به شما تحویل بده یک کیکیه که کاملا فرق داره با یک کیک دیگه ای که میتونستید بپزید در صورتی که همون چهار تا انصرهای اصلیه به همین صورت وقتی داریم درباره آفرینش صحبت میکنیم برای مثال آسمون و لغت آسمان راکیه که چهار تا حروف داره هر کدوم از این حروفا خصوصیات خودش داره انرژی الهی و به خاطر اینکه به اون ترتیب نوشته شده که اولش رش و بعدش کوف و بعدش یود و بعدش عین و اینکه با همدیگه این چهار تا یک لغت رو تشکیل میدن این خودش کاری میکنه که این چیزی که به وجود اومده خیلی منحصر به فرد باشه و اگر حروفا عوض می و به نحو دیگه ای اینها رو خداوند انرژی ها رو انرژ... انرژی الهی رو با هم دیگه ترکیب می کرد از اون یه چیز دیگه ای درست بشه پس به صورت کلی به وجود اومدن و اینکه به صورت جزئی از همون ده تا گفتارهای اثارا معماراتی که توی تورا نوشته توی پارشای برشید به چه نحوی همه جزیات آفرینش به وجود اومدن به خاطر اینه که همه اینا سرچشمه میگیرن از قدرت اون حروفا و ترکیبات اون حروفا و بیشتر از اون از الان به ما توضیح میده به صورت بسیار جالبی و خبرتان و اینی که با همدیگه این حروف ها اومدن اینا رو به همدیگه وصل میکنه این قدرت ها رو اون مثل یخد و همه اینا رو با همدیگه ترکیب میکنه یکی لهشبی یا و خیوت که بتونه قدرت و زندگانی به بخش لا اولام را به اون دنیایی که داره به وجود میاد به توازو به وسیله اون لغت مخصوص لیخلالو و لیفراتاو چه به صورت کلی چه به صورت جزئی برای مثال اگر درباره راکیا داریم صحبت میکنیم آسمون نه تنها به صورت کلی اینه که آسمونی وجود داشته باشه بلکه به همچنین به تمام چیزهایی که در آسمون به وجود اومدن همه این جزیات هم قدرت خودشون رو و حیات خودشون رو از کجا دریافت میکنن از ترکیبات اون حروفی که تمام آسمون رو به وجود آورده و جزئیات این رو به زودی الان یاد میگیریم ادامه مت هگاه یک نوت یک یادداشت اینجا از مرزاکت می نویسه که همینجوری به صورت یه موضوع کناری یه چیزی رو به ما توضیح بده اولفی کل اوت و اوت می بد اوتیات حتی را و از اونجایی که هر کدوم از ها از بیست و دو تا حروف ابری که در تورا وجود داره هی هم شاخت خیوت در واقع هر کدوم از اینا نمایانگر جاری شدن قدرت زندگانی و کوخ و یک قدرت منحصر به فرد پراتی به صورت به صورت منحصر به فرد و جز جزئی چه عین و نیمشاخ به اد اخرت که اون قدرت الهی نمیتونه جاری بشه به وسیله یک، یکی دیگه از حروفا هر کدوم از حروف عبری قدرت منحصر به فرد خودشو داره لکاخ بنابراین چون قدرت منحصر به فرد داره گم تموناتان بیختاب به همین دلیل هم هست که نوشتن این حروف ها وقتی اینا رو مینویسیم ما اونجوری که توی تورا حروف های ابری نوشته شده کل ادهی به تمونا میوخدت هر کدوم از حروف ها یک شکل مجزا و مختلف داره و این شکل مجزا و مختلف تنها همینجوری شانسی نیست این نیست که یه نفر اومده گفته اوکی من دلم میخواد یک زبونی رو درست بکنم و میام یه نقاشی میکنم یه حرفی رو درست میکنم برای این زبون که در واقع این نحویه که بقیه زبونهای دنیا نوشته شدن و به وجود اومدن و اختراع شدن یه کسی تصمیم گرفت که یه, چیزی علامت علامتی روی کاغذ بنویسه که نمایانگر تلفظ یک حروف باشه و یک لغت ولی لاشون حکدش زبون عبری که به وسیله اون حکدش بارو خوب با ما صحبت کرده به ما ده فرمانه داده به وسیله اون تورا رو به وجود ورده و دنیا رو آفریده حتی شکل این حروفا بسیار منحصر به فرده چرا به خاطر اینکه شکل هر کدوم از این حروفا نمایانگر اینه که اون حرف به چه نحوی اون قدرت الهی رو جاری میکنه توی این دنیا کل اود هی به تمنا هر کدوم از حروفا یک شکل مخصوصی دارن پراتید، منحصر به فرد همورا سیور هم که نشون ما میده که به چه نحوی جاری شدن قدرت الهی به وسیله این حرف اتفاق میافته. و هیدگلود اور و خیاد و کاخ و آشکار شدن اون نور و قدرت الهی و, و کاخ هن و نیمشاخ به ادزو و اون قدرتی که میتونه آشکار بشه و جاری بشه از این حرف هر کدوم از حروف عبری ای خون نیمشاخ و نیدگله دو تاف و همچنین که به چه نحوی از کدوم درجه سفیروت از درجه های بالاتر روحانی سرچشمه میگیره شل حکدش بارخو اون سفیراتی که مقدسه و بهش میگیم سفیرات دنیای اطیلوت او و خاخماتو و همچنین از خواست خدا و از درجه خاخمای خدا برای مثال هر کدوم از حروفای ابری اول نوشتنش نه اونجوری که حروفا در سیدور چاپ شده و یا به خطی نوشته میشه بلکه اون نوعی که حروف عبری ابری نوشته میشن در یک سفر تورا که اون در واقع نمایانگر حروف اصلی ابری هستش هر کدوم از اونا با اول نوشتنش به وسیله یک سفر به وسیله نوشتن یک یوده و بعد از اون یود تمامشو شروع میکنن به نوشتن که همون یود اول نوشتن هر کدوم نمایانگر درجه خاخماه و اینکه تمامی این قدرت الهی از درجه خاخمای دنیای اتیلوت سرچشمه میگیره و همچنین برای مثال حروف نون که پایش کشیده میشه و میاد پایین 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 نمایانگر اینه که تا چه حدی قدرت الهی که در اون حرف وجود داره میتونه خودش رو پیدا بکنه در درجات بسیار بسیار پایین این دنیا و الان ادمون از برای ما یک مثال میزنه از این ده تا معمارات ده تا گفتارهایی که به وسط اون دنیا به وجود میکنه که به ما نشون بده به چه نحوی این جزئیاتی که توضیح داد داره صدق میکنه و برای این مثال و یاد دادن به ما از چی استفاده میکنه اون معمار اون گفته ای که خدا گفت یهی یه را کیه بذار آسمونی وجود داشته باشه که گون درخ ماشال برای مثال بتوچ به معمار در اون لغت هایی که در تورا نوشته شده وقتی گفتار خداوند اونجا کتب شده که خدا گفته یهی را کیه؟ بزا آسمونی وجود داشته باشه شنیو رو باهن زنی رکیم کیم؟ که به وسیله اون همون یک گفتاری که بزا آسمونی وجود داشته باشه در واقع نه تنها یک آسمون که تمامی آسمون‌ها از همون یک گفتار آفریده شدن و سرچشمه گرفتن چند تا آسمون؟ هفت آسمون همون که در گمارا مکان مختلف صحبت میکنه خخامیب ذکر میکنه درباره این که شیوارکیم که هفت آسمون وجود داره و همچنین در کتاب زهر که درباره این هفت آسمون صحبت میکنه که هفت آسمون ها نامیده شدن به نام ویلون به نام راکیه به نام شخاکیم به نام زوول به نام ماون به نام ماخون و همچنین عراوت که البته جزیات این آسمون ها به دقیقا چی هستند، تو چه درجه و کجا این دیگه صحبتیه برای یک جلسه دیگه با امید خدا ولی که موضوعی که اینجا از مرزاکن میخواد توضیح بده اینه که چجوری با همون لغت های یهی یه را که بذار آسمون باشه در واقع نه تنها یک آسمون بکه تمامی آسمون ها و هر کدوم در جای مختلف روحانی و یا جسمانی دارن همه اونا از همون یک جمله به وجود اومدن نه تنها آسمون ها بلکه و خول سوا هشمای مشه با هم بلکه تمامی مخلوقاتی که به وجود اومدن توی اون آسمون ها برای مثال کهکشان ها و ستاره ها و سیاره های دیگه که معمار رباطه اینو زیخرانام ها. بر همون جوری که خخامه به ما میگن که بر این هفتا اسمای مختلفی که برای هفتا آسمونا نوشته شده یکیش به نام شخاکیم هستش چرا نامیده شده شخاکیم یک آسمونی درجه شامعیم آسمون که درجه روحانیه ولی بهش میگیم شخاکیم چرا؟ شبور ریخه امدود به من مان لطدیکیم به خودو به خاطر اینکه در اون درجه آسمون در اون درجه روحانیه که جوری که خخامی ما توصیف کردن نه اینکه واقعا جسمانی ولی توصیف کردن که در اونجا آسیابی وجود داره که مان که اون غذای بسیار مخصوص و مقدس و غنیه که بن، بنی اسرائیل در بیابون استفاده کردن مان آسیاب میشه در اون درجه آسمون و روحانی و این مختص صدیقیم هست برای کسایی که صدیق هستن مسلما صدیقیم تو اون درجه مسئله جسمانی نیست که بخوان مان بخورن و یا آسیا به سنگی وجود داشته باشه بلکه همه اینا به صورت سمبولی داره صحبت میشه از این که مواردی که بسیار مقدس و روحانی هستند اونجا حاضر میشه برای درک و جذب صدیقیم که صدیقیم بتونن اونا رو درک بکنن و جذب بکنن و همچنین درباره یکی دیگه از این هفت آسمونا توضیح میده که یکیشون به نام زوول هستش که زول یک درجه روحانیه یکی از این آسمونا شبو یروشالایم او بیتمیق داشت او میزبیخ و, و, و خلهو که در اون در واقع ریشه اصلی و برابر بیت که ما توی این دنیا داشتیم و یه و قربانگاهی که داشتیم و غیره که برابر اون و ریشه اون کجاست در یکی از این هفت آسمونا که به نام زبول نامیده میشه و همچنین یکی دیگه از این آسمونا به نام ماخون نامیده میشه شبو و اوتسود شلگ و اوتسود باراد و خولو که در اون گنجینه تمامی ریشه همه برف و همچنین گنجینه اون تگرگ و غیره از اونجا سرچشمه میگیره و اینو دوباره تکرار میکنم که توضیح کامل اینها و اینکه معنای اینها چیه رو میشه در یک زمان دیگه به امید خدا با هم دیگه یاد گرفت ولی نکته اصلی اینجا چیزی که ادمور از داره انگشت روش میذاره اینه که از همون یکی گفتاری که توی تورا بود که یهی یه را کیه آسمون باشه از اون یک گفتار تمامی این آسمون ها و تمامی چیزهایی که در اونا وجود داره چه از نظر روحانی چه آسمون جسمانی همه اینا به وجود اومدن شکلالوت هارکی ایم نیورو که تمامی آسمون ها به وجود اومدن و خیم و کیامیم و هنوز زنده هستن این آسمونا و پایدار هستن بخلالوت تیوت الو به خاطر کلی انرژی کلی این لغت هایی که توی تورا نوشته شده چه به معمار یه اون گفته ای که توی تورا که میگه یه بزا آسمون باشه او پراته ها برویم چه به و جزئیات اون مخلوقاتی که در این هفته آسمونا وجود دارن اونا به چه نحوی به وجود اومدن نیورا کل پراد مهم هر کدوم از اونا هر کدوم از اون جزیات به وجود اومدن و خی و کیام و هنوز زنده هستن و پایدار هستن به چه وسیله معیز تروف اوتیوت به خاطر ترکیبات مختلف اون حروفایی که توی تورا نوشته شده میتوت الو از این لغت ها یعنی این که همون که راکیه لغت آسمون چهار تا حرف داره و به ترتیب نوشته شده اولش رش کوف یود عین اگر همون چهار تا جای ها عوض بشه این میشه ریشه آفرینش و قدرت حیات چیزهای دیگه ای که در آسمون به وجود اومدن پس به صورت مستقیم چیزی که صریحا نوشته شده توی پاسوک قدرت کلی آفرینش آسمون ها هستش و همه چیزهایی که در اون وجود دارن و اینکه جزیاتی در آفرینش دنیا وجود داره مخلوقات مختلف اونا به چه نحوی هستن از ترکیبات این حروف اگر این حروف ها با همدیگه رو عوض بدل بکنید در اونا این قدرت ها نهفته شده و همچنین اوت امورو تایهن. و همچنین به وسیله اینی که حروفا اگر با همدیگه عوض بدل بشن فهن یعنی اینکه اگر توی لغت نوشته آلف فرمولایی هست که اگر به جای آلف که اولین حرف آلف بت هستش شما میاید آخرین رو جاش میذارید که میشه تاف به جای بت که دومین حرف از حروف آلف هستش شما میاید و جایگزینش میکنید با یکی مونده به آخری از حروف آلف بت که میشه شین به این فرمولا میگن فرمولای ات بش که آلف رو با تاف عوض میکنید بتو باشین و به همچنین هر کدوم از حروفا جاشون به اون یکی عوض میشه و نه تنها اون فرمولای دیگه ای وجود داره عدمون به ما توضیح میده و اون اوتموروتیهن وقتی که جای اون حروفا حروف دیگه ای که شبیه اوناست جایگزین میشه برای مثال که حروف آلف و عین شبیه هم دیگه هستن به خاطر اینکه حتی وقتی جوری که ما صحبت میکنیم تقریبا از یک مکان و از یک حالت دهان و گلو اون دو تا صداها در میان، پس حروف آلف میتونه با این جا به جا بشه ه میتونه با خط جا به جا بشه و غیره بعضی از حروف ها هستن که شبیه دیگه هم, دیگه هستن که جایگزین کردن این حروف ها در واقع ترکیبات و فرمولاهای نهفته که در تورا وجود داره پس نه تنها چیزی که را ما به صورت صریحا مشاهده میکنیم وقتی تورا رو میخونیم و معنای سطحیش رو میفهمیم بلکه لابلای اون حروف و زیربنای اون حروف رازهای بسیار عمیقی هستش از ترکیبات مختلف این حروف عبری که اینا سرچشمه و ریشه حیات و آفرینش تمامی جزیات هستند در هر چیزی به همین صورت وقتی که در تورا میگه خدا گفت حیوانات به وجود بیان ترکیبات حروفات مختلف در اون پاسک و جایگزین کردن این حروف با حروفایی که با اونا مساوی هستند و همچنین همونجوری جوری که عدون رزاکین توضیح خواهد داد به زودی به وسیله گمتریا که تعداد حسابی هر کدوم از حروفا میشه از نظر حساب هر کدوم تعداد داره عدد داره هر کدوم از حروفا همه اینا باعث شد که که مخلوقات مختلف جونورهای مختلف حیوانات مختلف بتونن به وجود بیان از همون یک گفته از همون یک پاسکی که خداوند گفت بزار حیوانا وجود داشته باشن شهن کفی فی بخینت خیوت انیبراه پراتی که هر کدوم بر طبق اون اه چیزی که آفریده شده مخصوصه و منحصر به فرده با, با, یک مخلوق دیگه فرق داره به خاطر ترکیب این حروف هاست بخاطر این که کل شینوی صروف هو و خود به خاطر اینکه هر نوع تغییری و هر نوع ترکیبی از این حروف ها در واقع مثل ترکیب کردن و بافتن این قدرت های روحانیه قدرت های الهی و حیات بشینو و همچنین قدرت های زندگانی که در اون تغییر وجود داره شما کافیه یه خورده فرمولا رو عوض بکنید همون مثالی که زدم اگر به جای اینکه یه کیک معمولی میخواید درست کنید شما یه خورده فقط کافیه شکرش رو زیاد بکنید و یا شکلاتش رو زیاد بکنید یا اول شکر رو بذارید برای مدتی بپزه توی, اه اه توی اون اجاق بعدش آخر سر شکلات روش بریزید و یا اینکه نه از همون اول شکلات رو بریزید همه اینا باعث میشه که اون چیزی که ثمره ای این موضوع تغییر پیدا کنه به همین صورت ترکیبات تمامی این حروفات عبری ولی همون حروفایی که توی پاسوک نوشته شده که چه چیزی باید به وجود بیاد جزئیات اونم از ترکیبات اون حروفات به وجود اومده شکل اوت هکدامت بد که هر حروفی که قبل از اون یکی نوشته شده هی ها اون حرف در واقع قدرت اصلی داره در اون آفرینش پس بنابراین در گفتار بزار آسمون به وجود بیاد که نوشته یهی راکیه چون راکیه اولش با رش شروع میشه رش قدرت اصلی راکیه هستش اون قدرت الهی اصلی که در راکیا در آسمون وجود داره و کوف و یود و عین اونا اصاره های درجه دوم هستند در آفرینش آسمون به همین صورت که البته من در مکانهای دیگه دنیا نمیدونم ولی در آمریکا قانونی وجود داره که وقتی یه چیزی رو شما میخرید که برای نوشیدن و یا خوردن قانون داره که حتما پشتش باید نوشته بشه که چه مواردی توی این وجود داره آیا چی گذاشته شده توی این غذایی که الان من میخوام بخورم حالا هر چی میخواد باشه نوشابه میتونه باشه و یا بیسکویت باشه و یا هر چیز دیگه کمپوت میتونه باشه و قانون داره که وقتی اون موارد رو می که چه چیزهایی مخلوقاتی مخلوطی توی این وجود داره قانون اینه که باید بنویسن اول هر کدوم که بیشتر از بقیه وجود داره اگر این نوشابه ای که میخواید بنوشید برای مثال بیشتر از 50 درصدش آبه باید اول بنویسن روی اون آب نمیتونن بنویسن که توی این یه خوردم آب انگور وجود داره نه اگر آب معمولیش بیشتر از آب انگور است آب معمولی باید اول نوشته بشه بعدش ماده دوم بعدش ماده سوم هر کدوم بر حسب مقیاسی درصدی که از این نوشابه تو اونجا از این ماده وجود داره پس به همین صورت داریم صحبت میکنیم درباره آفرینش دنیا که هر لغتی که مشاهده میشه و استفاده میشه در اینجا داریم مثال راکیه آسمون رو میزنیم رش اولین حرفه پس بنابراین راکیه رشش اون عنصر اصلیه تو اون گفتار بیانی که خدا گفت یهی یه اور بذار نور باشه آلف اون حروف اولیه بعدش واو و بعدش رج پس بنابراین اون قدرت الهی که نهفته هستش در آلف اون عنصر اصلی نور هستش به اضافه ترکیب واو و رج و غیره که خصوصیات نور رو به وجود میاره و نه تنها اون بلکه تمام چیزهایی که نور از خودشون میتونن تولید بکنن همه اونا سرچشمه میگیرن از همون فرمانی که در تورا خدا گفته یهی اور بزا نور باشه و هی آی کار به و شعار تفلوت و حروفای بعدی که توی هر چیزی هستش همشون اونا درجه دوم دارند و به اورا و اونا مشمول میشن در اون قدرت اصلی که حرف اولی اون لغت هستش ز زه به بریا خداشا و به وسیله این نو ترکیبات و این نو فرموله هایی که الان صحبت کردیم انواع اقسام موجودات مختلف و جدید به وجود میاد و خند به خلوفه اوتیات سو این تنها درباره ترتیب حروفای بود جوری که نوشته شده توی تورا ولی به همچنین وقتی که صحبت میکنه درباره فرمولای عوض بدل شدن حروفات آلف و با تاف جا بکنیم بت با شین جا به جا بکنیم و غیره اوت تمور یا اینکه برای مثال آلف با عین جا جا بکنیم هی رو با خد جا جا بکنیم و غیره نیبرات بریا خدا شد اون وقتی که موجودات جدید میتونن به وجود بیان پخوته همه علا. که اینا درجهشون کمتر خواهد بود به عرق هنیورایی مهاتیات اطمان نسبت به اون چیزهایی که به وجود اومدن از خود حروفا پس اون حروفای لغت های اولی که سریحا توی تورا نوشته شده اونها درجات بسیار روحانی بالایی دارن و بقیه موجوداتی که از فرموله های مختلف این حروفا به وجود اومدن اونها نسبتا درجه پایین دارن و شیور امروز رو اینجا مکس میکنیم و به زد هشم دفعه دیگه ادامه میدیم ولی به صورت خلاصه موضوع بسیار جالب و شیرین اینه که الان درک کردیم اینه که به چه نحوی از همون ده تا بیانها و گفتارهای آفرینش همه چیز به وجود اومده نه تنها آسمون بلکه هر چیزی که تو آسمون وجود داره نه تنها کلن حیوانات ولی اینکه حیوانات هر کدوم بتونن از هم مجزا باشن که شیر و پلنگ شکل خودشونو داشته باشن گوزد شکل خودشو داشته باشه زرافه یه باره گردنش به این بلندی باشه میمون یه باره دنبش به اون صورت باشه همه, همه اینا به وسیله همون یه گفتار بود که بزا حیوانات وجود داشته باشن پس چجوری امکان داره از همون یه گفتار یک بیان همه این انواع مختلف به وجود بیاد؟ به خاطر اینکه هر کدوم از حروف عبری در واقع نمایانگر یک فرمولا و یک انرژی الهیه پس ترکیبات این حروفات و عوض بدل شدن این حروفات جابجا جا شدن این حروفات ریشه وجود تمامی مخلوقات هستند و همه اونا از همین سرچشمه گرفتن در زمان مدرن امروزی اگه بخوایم مثالی بزنیم برای این که قدرت ترکیب حروفات رو بخوایم درک بکنیم برای مثال اونایی که در کامپیوتر لنگویج هستن و کامپیوتر پروگرامینگ برنامه ریزی کامپیوتر همونجوری که میدونید زبون مختلفی وجود داره برای کامپیوتر پروگرامینگ از زمان قدیم گرفته تا الان که هی زبون جدیدی برای کامپیوتر اختراع میشه پیشرفت میکنه حالا اگر C باشه C++ باشه C++ باشه جاوا باشه و غیره و یا HTML که یکی از زبانهای اصلی برای اینترنت بود برای وبسایت درست کردن ولیکن چیزی که خط مشترکه در تمامی این زبانها اینه که وقتی شما برید نگاه بکنید به کدی که پشت پرده نوشته شده برای مثال برای یک صفحه‌ای که شما دارید تماشا می‌کنید همین الان به تصویری که دارید نگاه میکنید این پر از برنامه کامپیوتری همه اینا با حروف های مختلف و لغت های مختلف به صورت دقیق برنامه ریزی شده کافی شما فقط یکی از این حروف ها رو جا بکنید پشت پرده و اون وقته که ممکنه تمام وبسایت اصلا کار نکنه و تمام صفحه برای شما یه بار محو بشه و یا اینکه برای مثال در پایین صفحه الان برنامه ریزی شده که چیزی پدید نمیاد ولی فقط کافیه که با نوشتن یک حرف و یا چند تا لغت برنامه ریزی اون وقتی که یه باره حروفی پدید میاد و داره به شما الان نشون میده برای مثال تا چند لحظه دیگر و اگه همون برنامه ریزی اون حروف رو پاک بکنید یه باره تمام تصویر عوض میشه پس حروف ها بسیار دقیق هستند در برنامه ریزی کامپیوتر حتی اگر یک همزه یک نقطه یک پرانتز جابجا جا بشه و پاک بشه اون وقتی که تمام فرمولا عوض میشه و یا برای اونایی که کامپیوتر ریزی برنامه ریزی بلدن شما با اضافه کردن توی کد فقط اگر دو تا پرانتز بذارید جلوی یک پاراگراف و حرف بی رو توش اضافه بکنید این باعث میشه که تمامی پاراگراف پر رنگ خودش نشون بده فقط با اضافه یک حرف و دو تا پرانتز پس میبینیم که به چه نحوی ترکیب حروفات بسیار بسیار قدرتمنده که همه اینا مسلما از کجا سرچشمه میگیره از اونجایی که حروف الهی بسیار قدرتمنده و ترکیبات این حروفا هستش که دنیا رو به وجود آورده هر چیزی رو در دنیا به وجود آورده به صورت کلی و همچنین جزئیات اون بیان را که اگه خدا گفت آسمون دا وجود داشته باشه همچنین ریزکاری های اونا هم از همون حروفایی که شما اگه برید نگاه کنید تیه تورا و به اون چند تا پاسوک چند تا جمله هی مطالعه کنید که درباره آفرینش آسمون استفاده, استفاده میشه یعنی اینکه از ترکیبات حروفایی که جلو خودتون میبینید همه چیز به وجود اومده حتی اگر شما دقیقا نمیدونید به چه نحوی ولی فرمولاش همونجاست جلوی چشم شماست کما این که کسایی که مکوبال هستند های بزرگ کسایی هستن که اینجور چیزها رو درک میکنن و واقعا حتی میتونن به وسیله این نوع فرمولها مسائل مختلف رو در طبیعت عوض کنن همونجوری که در گماره دربارهش توضیح میشه که توضیح داده میشه که چند تا از خاقامین بودن که به وسیله استفاده از حروفا و این علم یک گوسفندی درست کردن برای غذا خوردن از این گوسفنده گوسفند به وجود آوردن که بتونن از این استفاده کنن برای غذا خوردن و یا برای مثال مهرل ربیهو لیو از شهر پراگ که چند صد سال پیش زندگی میکرد حدود 400 سال پیش و کسی بود که, این که بی جا به خاطر اینکه تهمت‌های بیجا به بنی اسرائیل می زدن هر جا یهودی ها بودن در اروپا هی hey, براشون پاپیچ درست میکردن که بله اینا دارن آدم می دوزدن. دارن خونشون رو می کشن بیرون و غیره علیلا درست میکردن بهونه که مردم رو شورشی بکنن بر ضد یهودی های بیگناه که این همیشه منوال دنیا بوده که به هر نحوی شده همه بهونه کنن و بریزن به سر یهودی ها. و در اون زمان بود که مهرال از پراگ به وسیله قدرت قبالا و فرمولای حروفات یک گلام درست کرد که شکل یک انسان داشت با قدرت های که بتونه محافظت کنه و جلوگیری کنه از این نو دردسرها سرها که بیخودی خون مردم ریخته نشه که البته این فرق داره وقتی درباره مقوبا داریم صحبت می کنیم تا کسایی که کبالا یاد میگیرن تفاوتش چیه؟ یکی یاد گرفتن علم کبالاست که خب آدم دانشی درجه ها رو یاد میگیره و غیره و درجه ای هست کسایی که مقوبالن نه اینکه که فقط دانش دارن بلکه واقعا میدونن که به چه نحوی این قدرت ها نهفته هستش و به چه نحوی از این قدرت ها میشه استفاده کرد برای اثر گذاشتن توی دنیا که همچین کسایی به ندرت وجود دارد ولی این یه قدرت الهیه و فقط صدیکیم کسایی که درجه بسیار بالا دارن خداوند اجازه میده که رو داشته باشن اگه درجه روحانیشو دارن که بتونن پی ببرن به این راسای عمیق که دقیقا این فرموله های آفرینش به چه نحوی کار میکنه و به زدشم هفته دیگه جلسه دیگه ادامه و انتهای فصل دوازدهم از شعر های خود و رو با همدیگه یاد خواهیم گرفت به آرزوی هفته بسیار خوبی برای همگی هستم اشترادا که هر روزمون بهتر از دیگری باشه و همچنین که با شبات با یوم منوخا همونجوری که نزدیکتر به روز شبات میشیم منوخا آسایشمون بهتر بشه به زد روز شبات که میرسه نه تنها شبات رو در آغوش بگیریم بلکه یوم شکولو شبات زمانی که تمامیش در درجه شبات هستش و اون زمان اومدن ماشیخه که همگی بتونیم با صلح و صفا تمامی دنیا با همدیگه زندگی بکنیم شب روز همگی به خیر توف شب و شبات شلو